دو دختر بچه وارد اون قلعه میشن و وقتی پدر مادرشون به سراغ اونا میرن و میخوان دنبالشون بگردن تا پیداشون بکنن، هیچ وقت دیگه پیداشون نمیکنن و باز هم طبق گفت هشمام صدا اومده بغلم. اگه تا دیروز شک داشتم که این قضیه فیکه، امروز مطمئن شدم قلعه جنی کیش قطعا جن داره. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مرور ویدیوهای خودمو میکردم، یه سری چیزای عجیب تو ویدیوم دیدم، نمیدونم شما تا امروز متوجه شدید یا نه. من یه جستجو رفتم تو قلعه جنی کیش، میگی ویدیوشو میذارم اینجا واسه کسایی که ندیدن. یه سری اتفاقات عجیب و غریب توی ویدیوهای خودم. قبل اینکه برم سراغ اون تصاویر واقعی که خودم ضبط کردم، یه سری چیزا رو قبلش باید بهتون بگم. لوکیشن قلعه جنی کیش نزدیک روستای باقو که یه روستای عرب نشینه و نزدیکترین مکان به کشتی یونانیه. کسی که کیش رفته باشن میدونن کل جزیره کیش شبش هم حتی آرامش بخشه، ولی غیر ممکنه نزدیک این قلعه بشی و دلهوره و وحشت تو وجودت نیفته. یه سری افسانه های عجیب محلی راجع به اونجا گفته شد. اون قلعه توی دهه 40 یعنی سال 1340 در زمان شاه محلی بوده به عنوان ژاندارمری، محلی که کلانتری بوده، کلانتری امروزی در واقع. توی اون قلعه سربازا به مرور حس کردن که اجنه وجود داره، صداهایی میشنیدن در طول شب، تغییرات وسایل رو میدن و یه سری اتفاقات که اونا رو به این یقین رسونده بود که آقا اونجا جن داره. بعضی قضیه میترسیدن، به فرمانداشون میگفتن دیگه ما اینجا حاضر نیستیم بمونیم، ولی فرمانده ها فکر میکردن یه بازیه که توسط سربازا صرفا داره ایجاد میشه و میخوان از زیر کار در برن و سربازیشون رو بپیشونن و یاد یه اذیتی بکنن. تا اینکه شیفت 4 تا سربازی میرسه که قرار بوده توی اون قلعه تنها بمونن و شیفت سربازیشون انجام بدن، اما وقتی بقیه سربازها و فرمانده ها صبح فردای اون شب وارد قلعه میشن، با جسد بیجون اون 4 تا سرباز برخورد میکنن. بهش توجیه برای این قضیه وجود نداره. کم کم فرمانده ها هم قانع میشن و به بهونه قدیمی بودن اون قلعه اون لوکیشن رو عوض میکنن. بعد از اون قضیه اون لوکیشن تا همین الان متروکه بوده و متروکه هست. داستان بعدی که راجع به اونجا شنیده شده، گم شدن دو تا دختر بچه داخل قلعه است. خانواده ای با ماشینشون نزدیک اون قلعه بودن، دختر بچه ها برای بازی میرن داخل قلعه. قطعا افراد توریست بودن، نمیدونم میدونید یا نه، ولی تو ایام عید آدم ها میتونن با لنج ماشیناشون رو بیارن داخل جزیره. این قضیه هست، یه سرچ تو اینترنت بکنید. قطعا توریست بودن که از اون قلعه اطلاعاتی نداشتن که این اتفاق براشون افتاده. دو دختر بچه وارد اون قلعه میشن و وقتی پدر مادرشون به سراغ اونا میرن و میخوان دنبالشون بگردن تا پیداشون بکنن، هیچ وقت دیگه پیداشون نمیکنن و باز هم طبق گفت هشمام صدا اومده بغلم. و باز هم طبق گفته اهالی جزیره بعد از اون اتفاق صدای بازی کردن چند تا دختر از توی قلعه شنیده میشه. به همین برکتی که الان خوردم شما ها نهیدید، مورمور شده تنم، فوق‌العاده وحشتناکه. اینا همه افسانه است، شاید من دارم بهش هیجان میدم، شاید محلی ها میخوان فقط توریست بکشن اونجا، ولی من خودم توی اون قلعه رفتم. اتفاقی که برام افتاد و بهتون میگم و در نهایت ویدیویی که ضبط شده رو با هم یه تیکه‌ایشو که مد نظرم هست رو میبینم. من وقتی که نزدیک اون قلعه شدم حدود ساعت 12 شب، توی خود ویدیو هم فکر کنم گفته باشه، وحشت خیلی زیادی من گرفته بود. نفس نفس زدنهایی که من داشتم بسیار عجیب بود، ضربان قلب بالا، همه اینا طبیعیه، تاریکی شب، تنهایی متروکه بودن قلعه است. اما چند تا نکته که ما متوجه شدیم، ترس منو الان خیلی بیشتر کرد و حال اون موقعمو توجیه میکنه. نویزی که روی صدا افتاده، این غیر ممکنه، بیرون قلعه من نویز روی صدام نداشتم. وقتی توی قلعه رفتم خرخره یک ضرب روی صدا داشتم. ما الان رسیدیم کیش، بیریم دمه کشتی یونانی. اونجا یه لوکیشنی هستش که میخوام بریم بررسیش بکنیم. وقتی که بررسی اون لوکیشن تموم شد در طول روز که ویدیوش هم براتون ضبط میکنیم، توی شب میریم بازدیدش میکنیم.
پشمام روشیم داره، چرا نور این داره اینجوری میشه؟ چرا نور اینجوری میشه آمه؟ من نور بگیرم. میشه خاموش کنی نور تو؟ خاموش روشن شدن چراغمو داشتم. خیلی ها گفتن خودت کردی؟ باشه فرض کنید من خودم کردم. آره دیوانم اسکلم که اومدم خودم چراغمو خاموش روشن کنم. چی جوری؟ یه دستم موبایل بود که داشتم لایو میگرفتم، اونایی که یادشونه تو کامنت بگن. یه دستم گیمبال بود داشتم فیلم برداری میکردم. با کجا مون چراغ رو خاموش روشن بکنم؟ چراغ روی سر من، از پشت کی میتونه بیاد؟ از جلو هم که بیاد تصویر میگیره، چرا حاشیه سازی میکنی؟ بیکار نیستم پشتم خدا تو آن هزینه کنم برم اونجا که بیام یه ویدیوی دروغ برات بسازم. دروغو که همینجا میتونم بسازم سر کوچمون. خشخش صدا و تغییرات نور دلیل واضح و قطعی برای حضور اجنه است. تو ویدیوهای خودم گفتم، تو تمام بازیهایی که مرتبط با اجنه هم هست دیدی، مثل فسمافوبیا. این تیکه ویدیو رو با دقت ببینید. گوشه دیوار انگار یه نفر وایساده و دقیقا تو همون حیات اصلی هستش که این اتفاق میفته و تغییرات نور و صدا برای من ایجاد میشه. و اما افسانه آخر و عجیبی که راجع به اون قلعه گفته میشه، اون قلعه زمانهایی که خالیه انگار یه نوری از وسطش دیده میشه و دقیقا نور سوختن درختیه که تو حیات مرکزی اونجا واقع شده. و نکته عجیبتر اینجاست، اون درخت هر شب میسوزه ولی هیچ وقت نابود نمیشه. بچه این داستانه که براتون تعریف کردم داستانهای خودم حداقل تماما واقعی بود. داستانها و افسانه های بقیه رو نمیدونم، ولی داستانهایی که خودم تعریف کردم تماما واقعی بود. یه کلمه دروغ توش وجود نداره. اگر این ویدیو رو پسندیدید حتما این ویدیو رو لایک بکنید، چون لایک شما تنها کمکیه که به من میکنید. مطمئنن از شما وقتی نمیگیره ولی به من کمک خیلی زیاده میکنه. عاشقتونم. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. Much you are.